من ته دنیا زندگی میکنم تصورشم برای شما سخته البته من اینجا تنها نیستم اینجا وقتی باد از غرب میاد بوی تخم مرغ گندیده میده از شرق که میوزه مثل بوی گوگرد گلومونو میسوزونه وقتی باد از شمال میاد دودای سیاه یه راست میشینن رو سرمون بوی باد جنوب افتضاحه اما خوشبختانه خیلی کم میوزه آب و هوای اینجا همیشه گرما گرفته است بعضی وقتا مه تا رو سرمون پایین میاد. چند روز پشت سر هم میمونه و اگه باد نیاد مه همین جوری تا چند هفته دیگه هم میمونه. البته این وضع برامون عادی شده. آدم بالاخره عادت میکنه. آدم به همه چی عادت میکنه. اینجا بچه ها رنگ پریدن. پیرا درب و داغونن. تشخیص پیرا و جوونه از هم خیلی سخته. اما به هر حال من برای همیشه اینجا نمیمونم. یه روز از اینجا میرم. میرم و جاهای دیگه دنیا رو میبینم حتی اگه بگن همه جای دنیا اینه همه حتی اگه بگن جاهای بدتر از اینجا هم هست اصلا مگه میشه جای بدتر از اینجا هم باشه آلودگی اینجا تنم و پر فلس کرده رگان پر جیوه است مخم پر سربه تو سیاهی مثل یه هم برق میزنم من اینجا بین چاله های روغن و زباله های بیمارستانی بزرگ شدم اینجا برای من ته دنیاست با این همه روزی که از اینجا برم حتما دلم میگیره حتما چشم تر میشه بالاخره ریشام اینجاست اینجا به دنیا آمدم اینجا بزرگ شدم اینجا شهر منه وقتی بچه بودم کنار خط آهنش بازی میکردم از دکلای برق بالا میرفتم یه وقتهایی هم توی حوز تصفیه خونه آبتنی میکردم من شادی کودکیم رو توی قبرستون ماشینا پیدا کردم بالاخره آدم به بدترین جاها هم وابسته میشه اما اگه یه روز دلتنگ اینجا بشم مطمئنم هیچ وقت دارم برای کشتارگاه تنگ نمیشه. اینو قسم میخورم. آخه منم مثل اکثر اهالی این شهر توی کشتارگاه کار میکنم. کشتارگاه خرج زندگی من و مامان بزرگم رو میده. کشتن حیونا شغل منه. راجع به بقیه حرف نمیزنم. بقیه یه مش ترسو اما من خیلی وقت از این همه خون ریزی خسته شدم. من گم. سرم گیج میره. من دیگه نمیخوام اینجا بمونم. هنوز توی همین شهر زندگی میکنم. هر روز صبح مام بزرگ با من بیدار میشه. برام قهوه درست میکنه. هر چی بهش میگم خودم درست میکنم فایده ای نداره. موقعی صبحونه مام بزرگ روبرو میشینه. وقتی لغمه ها رو تو دهنم میذارم مثل همیشه شروع میکنم میگه اگه مثل پسرای دیگه درس خونده بودی امروز یه شغل درست حسابی داشتیم میتونستی تو مرکز بازیاف کار کنی اون موقع شاید یه خونه یا یه باغچه کوچیک داشتیم میتونستیم تو حیاتش درخت بکاریم میتونستیم لباسامونو پهن کنیم نه اینکه خیس خیس بپوشیم تنمون داره قارچ میزنه بعدش من جواب میدم هر جای این شهر لباساتو پهن کنی باز بوی گند میگیره اینجا پر کارخونه است پر دود مامان بزرگ بعد بلند میشم و بهش میگم میدونی چیه؟ تو اصلا برای همین حرفا بیدار میشی تو رو خدا تو تخت خوابت بمون آها راسی چرا وقتی اون دل و های مفتکی رو میارم رد نمیکنی؟ چطوری اونا رو دوست داری اما چیزهای دیگر رو نه؟ بعد در رو میکوبم و میرم البته ازش دلخور نیستم مامان بزرگ دیگه تقصیری نداره تقصیر این برق فشار قوی بالای سرمونه شب و روز جز جز میکنه نمیتونیم خوب بخوابیم وقتی هم که بیدار میشیم موامو سیخ وایساده با دوچرخه تا کشتارگاه راه زیادی نیست. مسیر صاف و مستقیمه. دوچرخم تمام راه رو بلده. دوچرخم مثل یه اسب پیر میمونه. لازم نیست چشم رو باز کنم. میتونم خیلی راحت بقیه خواب دیشبم رو توی راه ببینم. خواب میبینم کشتارگاه آتیش گرفته. دود ازش بلند میشه. خواب سوختن کشتارگاه خواب خوبیه. خوشحالم میکنه. اما کم کم باد ماشین های حمله دام رو حس میکنم. کامیون از من سبقت میگیرن. صدای زنگ کشتارگاه رو میشنوم. معمولا این موقع دیگه بیدار میشم. دارم میرسم. کیلومتر آخره. این قسمت وضع جاده خرابه. باید فرمان محکم بچسبم. از حالا به بعد صدای عادی اینجا صدای فریاد حیفون بعضی وقتا تا خود رختکن کن رو باز نمیکنم. وقتی مجبور میشم نگاه کنم چشام از کاسه در اومده و زبانم عین زبون گاو آویزونه. یا عالم دل و رو دل و زمین ریخته سر و گوسفندا میخورن گاوای پوسکنده از پا ویزون شدن ما بین لاشه این حیونا کار میکنیم صورتمون از خون قرمز میشه سر هم داد میزنیم به هم فوش میدیم با دستای خونی دل و رو داره از هم جدا میکنیم نه اصلا دلم نمیخواد در مورد کارم حرف بزنم کارم من یه کابوسه یه خواب بده دلم نمیخواد از روی شغلم قضاوت بشم راستش خودمم دقیقا نمیدونم توی این کشتارگاه چی کار دارم میکنم بعضی وقتا تو چشم کار میکنم من نمیگم آدم خوبی هم ولی تا حالا آزارم به یه مورچه نرسیده وقتی مورچه ها میان توی اتاقم خیلی آروم تا لب پنجره میبرمشون ولی آدم همیشه نمیتونه انتخاب کنه بالاخره باید از یه راه شکم و سیر کرد البته اینجا خیلی خوشبختن بعضی از مردای اینجا همیشه آرزو داشتن یه رو بکشن این تو خونشونه همون پسر بچههایی که تو دو سالگی پای ملخ ها رو میکندن یا با تیر کمون رو می زدن. امروز توی این شغل به اوج خوشبختی رسیدن اینا کارشونو با همه طلاهای دنیا عوض میکنن <applause> یه جور همکار دیگه هم دارم کسایی که زورکی تو این شغل آمدن روزای اولشون رو خوب یادمه یه گوشه میشستن گریه میکردن یا یواشکی بالا میابردن ولی حالا با کارشون کیف میکنن زودتر از همه میان دیرتر از همه میرن اگه میتونستن حاضر بودن سه شیفت کار کنن حتی مجانی ولی من جزو هیچ کدوم از اینا نیستم قرارم نیست تا اینجا بمونم من میرم نمیذارم بقیه عمرم تلف بشه توی سالن استراحت کشتارگاه چند تا پوستر به در و دیوار زدن تصویر آدمای خوشگل و خوشتیب یا منظرهای قشنگ رویایی عکس یه منظره قشنگ از همه بیشتر دوست دارم یه شهر جنوبی گرمه با یه دریای آبی و آسمون صاف. به خاطر این عکس هیچ وقت صفحه تقویم و عوض نکردیم. الان شیش ماه تو ماه آخر بهار موندیم. این سالون یه مشکل بزرگ و جدی هم داره. از پنجره بزرگش کل کشتارگاه دیده میشه. هر کاری کنی بازم نمیتونی منظره کشتارگاه رو نبینی. انگار هیچ وقت کابوس کشتن حیوانات تموم نمیشه. اگه بورچ اینجا نبود حتما دیوونه میشدم. اون وقتی از دخترای توی پوستر خواستگاری میکردم یا شاید هم خونه یه همکارو میریختم. اگه بورچ نبود حتما تا حالا خل شده بودم. بورچ واقعا دختر خوبیه. بعضی وقتا از تو پارکینگ کشتارگاه با بورچ به هواپیما ها نگاه میکنیم. هواپیما ها توی ارتفاع خیلی پایین از رو سرمون رد میشن. میتونیم با تای موتوراشون سیگارمون رو روشن کنیم. آخه ما دقیقا کنار فرودگاه زندگی میکنیم. یه جوری که انگار جزی از باند فرودگاهیم. من و بوش معمولا توی مسیر برگشت خیلی با هم حرف نمیزنیم به خاطر دل و که دوزیدیم ناراحتیم سگای ولگرد و گرسنه توی جاده زیادن اگه بوی دل به دماغشون بخوره پیدامون میکنن اون وقت هر چی پدال بزنیم فایده نداره بهمون میرسن ساق پاهامون رو گاز میگیرن ما هم مجبور میشیم دل و رو بندازیم جلوشون تا ولمون کنن به خاطر همین باید زود برسیم خونه نباید گیر سگای ولگرد بیفتیم دیگه بقیه راه رو با بورش نیستم تنهایی به یه عده پسر بچه میرسم اونا منتظرن تا بهم سنگ بزنن چون توی کشتارگاه کار میکنم چون حیوونا رو میکشم ازم بدشون میاد اوایل از این کارشون ناراحت میشدم اما حالا دیگه اهمیتی نمیدم فوشاشون دیگه رو منم تأثیری نداره <applause> وقتی میرسم خونه مامان بزرگ منتظرمه آماده است بگه حتما تو جاده ول میگشتم ترجیح میدم سکوت کنم وقتی دل و رو میذارم روی میز میگه دیشبم هم هم که همینو خوردیم نمیتونی یه شب گوشه راسته بیاری منم به شوخی میگم فیله دوست داری یا با استخون نمیفهمه جدی میگم یا دارم سر به سرش میذارم فقط نگاه میکنم بعضی شبا هم دعوامون میشه منم شام نخورده میرم میخوابم خوابیدن با صدای جز جز برق فشار قوی یا هواپیماهایی که از بالا سرمون رژه میرن خیلی هم راحت نیست البته صدای موتور هواپیما اونقدر هم اذیتمون نمیکنه آخه ما دیگه نیمه کریم لرزیدن دیوارا هم چیز مهمی نیستش فقط یه موضوع نگران کننده کوچیکه بعضی وقتا موقع پرواز هواپیما یه چیزای کوچیک ازشون میفته درست ما تو هواپیما نیستیم ولی زیرش که هستیم یه وقتای پیچ موره است یه وقتای تیکه های آهن کوچیکه ولی یه بارم دریچه هواپیما بود آره دریچه هواپیما بودش درست از آسمون افتاد رو شیرونی خونه بعدش هم از سقف رد شد اومد وسط اتاقم از اون شب دیگه با کلاه ایمنی میخوابم حالا دیگه یه گوشه از سقف اتاقم بازه. معمولا قبل از خواب به آسمون دود گرفته نگاه میکنم تا خوابم ببره. من هیچ وقت برای خوابیدن عجله ندارم چون معمولا حیونات تو خواب ازم انتقام میگیرن. هرچی بهشون میگم من این وسط هیچ کارم فایده نداره. همیشه از دستم دلخورم واسه همین خیلی هم دوست ندارم بخوابم. صبح اینجا شبیه هیچ صبحی نیستش. اگه عادت نداشته باشی خیلی فرقش رو با شب نمیفهمی. فقط باید به این یکم روشنایی بیشتر عادت کنیم همین حتی خروس های پیرم دیگه صبح و شب رو درست از هم تشخیص نمیدن بعضی صبح خورشید بالا اومده اما چراغای خیابون هنوز روشنن یه جای بالای افق پشت مه دود و ذرات معلق همه جا رو گرفته هوای گنده یه شب قطبی رو تصور کنید روزای ما دقیقا شبیه همونه بورچ هوا رو بو میکشه و میگه یه بویی میاد نه میگم انگار بوی همیشگی نیست. بور چنگوشش رو خیس میکنه و توی هوا نگه میداره تا ببینه باد از کدوم طرف میاد. بهش میگم خودتو زحمت نده یا بوی آشغاله یا پلاسی سوخته است دیگه. بورچ میگه این باد جنوبه انگار بوی زمین مرتوبه بوی بهار مسخرش میکنم. حتما خیالاتی شده. ما فقط از روی تقویم میفهمیم بهار شده. اینجا هیچ نشونه ای از بهار نیست. یه جوونه زیر گرد و غبار نه حتی صدای پرنده ها. یه هواپیمای بزرگ بلند میشه صداش گوش خراشه رو زمین میشینیم دستمون رو روی گوشامون میذاریم هواپیما کم کم از همون دور میشه بنزین هواپیما مثل قطرهای ریز بارون رو سرمون میریزه و به بورچ میگم اصلا بوی بهار رو حس نمیکنم بورچ میگه ولی من مطمئنم این بوی زمین مرتوبه اینجا مه جزئی از زندگی روزمره است این شهر بدون آلودگی و مه حتما یه چیزی کم داره یه موقعی مه میاد اما نمیره نمیشه بگی کی میاد یا دقیقا کی میره ولی این وضعیت معمولا زیاد طول میکشه تو بهترین حالت فقط یه روز میمونه اما تو بدترین حالت شاید یه ماه موندگار شه یه مه سنگین مثل یه مه صبحگاهی نیستش مثل یه تخت سنگ میمونه سخت و محکمه امروز یکی از همین صبهاست حتی دستام رو روی فرمان دوچرخه نمیبینم نمیتونم یواشتر از این برونم برای اینکه مسیر رو گم نکنم حواسم شیشتونگ به صدا هست مطمئنم دیر میرسم ولی مهم نیستش تو بعضی جاها انگار مه یکم کم تر میشه حتی برای چند ثانیه چرخ جلوم رو نمیبینم اما باز همه چی محو میشه یه وقتای چند تا آدم مثل شبه از کنارم رد میشن صبح بخیر میگم جوابم رو میدن و میگن صبح خیر خوبی نمیدونم کی بودش ولی تو دل مه آدم باید معدب باشه انگار راه یکم طولانی تر شده حس میکنم باید چند دقیقه پیش میپیچیدم یه چیزی بهم به ضربه میزنه رو زمین میفتم یکم صبر میکنم دوباره بلند میشم با نگرانی میپرسم کسی اینجاست یه صدایی از کنارم میگه من اینجا بهش میگم من نمیدونم کجام. گوشام پر مه شده توی قدمی همین ولی همدیگر رو نمیبینیم حتی صدای هم رو درست نمیشنویم ازم میپرسه آتیش ندارین نمیفهمم چی میگه بلندتر تکرار میکنه جیبامو میگردم و فندک رو روشن میکنم میگیرم طرفش یکم چونش رو میسوزونم ولی بالاخره نوک سیگارش پیدا میکنم بهش میگم راه کشتارگاه از این طرفه میگه کدوم طرف ثبت کن نمیبینم جلو میاد دنبال انگشتم میگرده تا بفهم کدوم طرف رو نشون میدم میگه برعکس مسیری باید راه برگردی تقریبا یک کیلومتر راه اشتباه آمدی وقتی به یه چهار رسیدی به پیش سمت راست بعدش رو دیگه دقیق نمیدونم باید بپرسی دنبال دستش میگردم تا جهت دقیقی که گفته رو پیدا کنم سری سوار دوچرخه میشم بهش میگم خیلی دیرم شده باید زود برسم کشتارگاه بالاخره به چهار را میرسم با اعتماد به نفس میپیچم سمت راست صورتم زیاد زیاد میکنم به خودم میگم یعنی ساعت چنده خیلی دیر شده منتظرم سر و صدای حیوانا رو بشنوم یا بوی خونه حس کنم اما نه چیزی میبینم نه هیچ بوی میاد دنبال یه نشونه کوچیکم ولی هیچ نشونه نیستش دوتا نقطه قرمز درست روبروم دارن چشمک میزنن نزدیکتر میرم چراغهای اضطراری یه کامیونه کامیونه کنار جاده وایساده خودم از کابین بالا میکشم به شیشه میزنم راننده از جا میفرا پنجره رو میده پایین بهش میگم ترسون دمتون میگه به موقع اومدی دنبال کشتارگاه میگردم بهم گفتن همین این طرف دو سو ساعت دارم دور خودم میچرخم میگم چه جالب اتفاقا منم هم همینطور گوسفندا عقب کامیون سر و صدا میکنن صورت راننده رو از لای پنجره میبینم ولی کم کم مه کابین رو پر میکنه بهش میگم اگه من جای شما بودم دور میزدم میرفتم سمت چهار را. چون اگه مستقیم بری به هیچ جا نمیرسی ها. من تو کشتارگاه کار میکنم چند سال هر روز همین مسیر رو میرم و میام راننده خنده احمقانه میکنه و میگه <applause> واقعا خنده داره تو خودت راهی که بلدی و گم کردی <applause> با لحن تندی بهش میگم اگه میدونستی از کدوم طرف بری لازم نبود از من بپرسی به میگه به عجب روی داری ما که چیزی نپرسیدیم تو گم شدی نه من به خودم زحمت نمیدم جوابشو بدم به اندازه کافی وقتم رو گرفته تو جهت برعکس کامیون راه میفتم نگاه میکنم راننده متوجه رفتار من نشده هنوز داره حرف میزنه نمیدونم چرا به چهار را نمیرسم دلم میخواد گریه کنم ولی جلوی خودم رو نگه میدارم از دور صدای زوزه سگ میاد این زوزه یعنی سگای گرسنه خیلی نزدیکن دو دقیقه تو کانال کنار جاده میشینم پام به یه چیزی میخوره با نوک پا میگردم ببینم چیه انگار یه کیسه است یا شاید هم یه حیوان مرده است با نوک پا فشار میدم یهو صدای ناله میاد میفهمم یه آدمه از سرس داد میزنم صدای ناله میکنه خوب گوش میدم این صدا رو میشناسم میگم تو ای مارکسون میگه نمیدونم من خیلی خستم فندکم رو در میارم تا بهتر ببینمش بهش میگم آره خودتی احمق اینجا چی کار میکنی؟ میگه نمیدونم نمیدونم اینجا چی کار میکنم باید یک کم دیگه بخواب میگم گفتی اسمم چیه؟ بهش میگم مارکسون میگه مارکسون برام ماشنا ما نیست اصلا برام ماشنا ما نیست دوباره میخوابه چند بار بیدارش میکنم اما باز میخوابه وسط دو تا خمیازی یکم از حافظش برمیگرده کم کم منو یادش میاد میگه شب سختی بود ها نمیذاشتن کارشون رو تموم کنیم از همه طرف صدای نره میامد داشتیم دیوونه میشدیم دیگه نمیتونستم دوون بیارم منم داد زدم بیان کار منو تموم کنین سر منو ببرین منو تیکه تیکه کنین کم مونده بود دیوونه بشم ولی تا آخرش وایسادم نمیدونی تو شیفت آخر هممون تو چه حال و روزی بودیم موقع برگشت تو جاده دستمون رو به هم گلاب کرده بودیم هر چی جلوتر می رفتیم نمی فهمیدیم کجا میریم بچه ها دونه دونه از خستگی رو زمین می افتدن. هیچ کی برای یکی دیگه وای نمی ساد. از خستگی شدید به هم کمک نمی کردیم منم یه ذره دیگه دووم آوردم اما بالاخره بریدم نوبت من بود افتادم رو زمین دستم رو روشونش میذارم و میپرسه امروز چند است دوشنبه میگه امکان نداره یعنی روز تعطیلی آخر هفته رو اینجا بودم حالا باید برگردم سر کار ای خدا صدای زوزه سگ میاد بهش میگم بلند شو نباید اینجا بمونیم بلند شو مارکسون بلندش میکنم اما پاهاش حس ندارن صدای سگا خیلی نزدیک شده بهش میگم واقعا باید همین الان بریم مارکسون بهم میگه ولم کن دیگه نمیتونم به خود زحمت نده باید یه کم دیگه بخوابم اول قبول نمیکنم ولی اصرار میکنه برم با ناراحتی دو شرخم و پیدا میکنم و صدا میکنه گفتی اسمم چی بود؟ بهش میگم مارکسون دیگه صداشو نمیشنوم فکر میکنم دوباره خوابش برده دیگه خیلی دیر شده عجله بیفایده است با خیال راحت حرکت میکنم حتی تو مسیر وای میسم تا یه سیگاری بکشم بند و کفشم ببندم یا خودم بخارونم هیچ عجله‌ای ندارم انگار اومدم گردش از کنار چند تا ماشین رد میشم چند تا صدای آشنا میشنوم بوی عرق و خون گرم میاد آره اولین بار این بو هم دلپذیرن انگار دارم میرسم خیلی نزدیک شدم آدمو تو دو جهت مخالف حرکت میکنه. از یکیشون میپرسم کجا میرین؟ میگه معلومه داریم برمیگردیم خونه میفهمم روز تموم شده وقت برگشتم به خونست است بین جمعیت پیدا میکنم دستم رو روشونش میذارم آروم کنارش میرونم از دیدن من تعجب نمیکنه انگار اصلا متوجه نبودن من نشده با هم هیچ حرفی نمیزنیم حالا باید راه برگشت رو پیدا کنیم سگا بیخه گوشمون زوزه میکشند یکم جلوتر مارکسون رو میبینم تا صدای رفت آمد ما رو میشنوه با ترس میگه چی شده بهش میگم چیزی نیست مارکسون بخواب بخواب داریم برمیگردیم خونه میگه من یه کمی دیگه استراحت میکنم بعد میام منتظرم نمونین بهتون میرسم وسط راه سگا دقیقا جلومون سبز میشن نمیبینیمشون ولی صدای خورخورشون از دو قدمیمون میشنویم بی حرکت میمونیم اینجور وقتا نباید دست باچه بشی تو گروه پشت سرمون یه پسری هستش که از سگا میترسه پسر در میره همون لحظه سگا حمله میکنن همه از ترس فرار میکنیم با رکاب اول تعادلم رو از دست میدم دو چرخه رو ول میکنم و از جاده میزنم بیرون مستقیم رو به جلو میدم توی مه گم میشم یادمه وقتی بچه بودم پای پیاده میرفتیم تعطیلات مادر بزرگ میگفت وقتی بیخه گوشمون این همه چیز خوشگل هست چرا بریم یه جای دور تعطیلات ما معمولا اینجوری شروع می شود. یه روز صبح زود از خواب بیدار می شدیم. اول آب و برق را قطع می کردیم. بعد در خونه رو می بستیم. راه می سمت تصفیه خونه. تصفیه خونه مقصد ما برای تفریح بود. ما اونجا دریا نداشتیم. ولی مرغ دریایی داشتیم. مرغ دریایی زبال دونی رو به اقیانوس ترجیح می دادن. برای اونجا مثل بهشت بود. دست جمعی می و تمام روز اونقدر خونمون رو می تا مثل گچ سفید می شودیم. روزا خیلی کوتاه بودن. وقت نمیکردیم یه دل سیر بازی کنیم. اما باز خیلی خوب بود. می پریدیم تو آشخالا و زمین می کندیم. مثلا می گنج پیدا کنیم. مجله ها برامون حکم طلا داشتن. دستکش پلاستیکی و سرنگای کهنه واسه دکتر بازی عالی بودن. تا زانو تو زباله ها بودیم. زباله ها مثل دریای جنوب گرم و دلپذیر بود. واسه اینکه که دخترها هم بیان قول می دادیم براشون گوشمایی پیدا کنیم. گردنبند گوشمایی دخترها رو خیلی زده می بعد از پیدا کردن گنج تو آشغالا حوس آفتنی کردیم مثل سگای دیوونه تا تصویر خونه می دویدیم همه می میپریدیم تو آب هر دفعه بازی های جدید اختراع میکردیم مثلا هر کی جرأت داشت روی ریل قطار بخوابه برنده بود یا از سیر چراغ بالا بره و به سیمای برق دست بزنه حتما قهرمان میشد هیچ وقت خسته نمیشدیم نمیدونم تو این همه مدت مام بزرگ سرش رو با چی گرم میکرد ولی وقتی خیس عرق برمیگشتم از جاش جمع نخورده بودش همون جوری زیر سایبون نایلونی نشسته بود وقتی برمیگشتم به هر دلیلی بهم به بد و بیرا میگفت بعد یه روز تعطیل کثیف و زخمی بودم بوی گندم میدادم لباسام پاره پوره بود همه جام جای نیش و خراش بود همین که یه کشیده آبدار میخوردم همه حرفهای مامان بزرگ تمام میشد موقع برگشت مثل یه خر بارکش بودم مامان بزرگ میگفت بارت خیلی سنگینه ولی عوض شب تو تخت خواب که میخوابی خستگی در میره فرداش دوباره صبح زود بیدار می شدیم آب و برق رو قطع می کردیم و میرفتیم رفتیم تصفیه خونه اما حالا وقتی راجع به گردش و به مامان بزرگ میگم گم هیچی یادش نمیاد اما من یادم میاد من همه این خاطرات لعنتی رو یادم میاد موقع استراحت نباید غرق گذشته بشم بورچ میاد با هم توی پارکینگ کشتارگاه میریم بهش میگم که نشد زندگی من این زندگی رو نمیخوام همین روزا میزنم و در میرم میگه کجا میخوای بری مثلا؟ سرم و یه جوری تکون میدم یعنی یه فکرایی دارم. ولی واقعیتش اینه خودمم نمیدونم میخوام چه غلطی بکنم. یه هواپیما داره اوج میگیره. هواپیما رو بهش نشون میدم. اینا رو ببینید. میدونی این خلبان چقدر پول میگیرن؟ من عاشق خلبانی هم بوش. حاضرم بدون پول براشون کار کنم. لعنتی و شغل خیلی تمیزی دارن. به میگه. علکی نیستش که. باید درس بخونی. بهش میگم. مطمئنم من و تو اگه یکم کم تمرین کنیم میتونیم خلبان بشیم شاید اولش یکم ناشی باشیم ولی خیلی زود راه میافتیم حرفم رو قطع میکنه واقعا که هیچی چی نیستش واسه این کار باید کاملا سلامت باشی نه مثل ما تو که نیمه کری منم که فقط یه چشمم میبینه چه گروه پروازی بشیم با ناراحتی سرم و تکون میدم و بهش میگم بورچ تو اصلا بلند پرواز نیستی یادت باشه من یه روزی از اینجا میرم بورچ میگه ولی فعلا باید برگردیم تو کشتارگاه کار گوساله ها مونده من راه میافتم بورچ هم دنبالم میاد بر می گردیم تا کار گوساله رو تموم کنیم همیشه هم کشتن نیستش روزای تعطیل هست روزای تعطیل باید یکم آب و هوامون رو عوض کنیم باید از فکر کشتارگاه بیرون بیایم بعضی از صبحای تعطیل رو میرم ماهیگیری مثل بورچ مهم نیست چه ساعتی برای ماهیگیری بری حتی اگه چیزی نداشته باشی سر غلابت بزنی بازم مهم نیستش به حال ماهیا فرار نمیکنن اگه یه نخ ماهیگیری بندازی تو آب چند دقیقه بعد حتما یه ماهی میگیری نه اینکه این, ماهی ماهیا از ماهیای دیگه خنگتر باشن و نه فقط میخوان از آب بیاریشون بیرون تا خلاص بشن لاقل من اینجوری فکر میکنم وقتی از اینجا رد میشم وای می با ماهیگیرا گپ میزنم به سطلاشون نگاه میکنم خیلی از مایا بیماری پوستی دارن لکه های قرمز رو تنشون واقعا آور نیست اینجا هیچ چی سالم نیست صبح دوشنبه بورچ یه سطل با خودش تو کشتارگاه میاره میدونم چی در انتظارمه میگه ببین چی برات آوردم به سطل نگاه میکنم و میگم این چیه بورچ میگه معلومه ماهی اینا رو واسه تو آوردم میگم خیلی ممنون رفیق خودت از اینا میخوری میگه دلم میخواد مخصوصا ماهی تازه ولی دوست ندارم تنهایی بخورم نمیدونم تو جوابش چی بگم میدونم چه توقعی داره میخواد بهش بگم بیا خونه ما ما بزرگ برامون ماهی سرخ کنه بیا مدت یه مدتی همچین انتظاری داره با خودش میگه چرا این هیچی حالیش نیستش ولی من واقعا نمیتونم دعوتش کنم وقتی برمیگردم خونه ماهی ها رو به مام بزرگ نشون نمیدم میدمشون به گربه ها البته شاید یه روزی دعوت کنم بیاد با هم سیرابی بخوریم من از ماهیگیری خوشم نمیاد اما میتونم مثل بعضیا برم قارچ بشینم خوشونتش کمتره قارچا گنده و رنگ, و رنگ ها. ولی من قارچا رو نمیشناسم میترسم اونا رو با هم اشتباه بگیرم آخه قارچای خوراکی اینجا خیلی دیر هضم میشن قارچای سمی که دیگه هیچی یه دفعه یکی از همکارام از سر مهربونی برام قارچ ورد مامان بزرگ باهاش املت قارچ درست کرد سه روز انگار کارد به شکمم میزدن تب داشتم عرق سرد میکردم وقتی حالم خوب شد به همکارم گفتم لطف کردی واسه قارچا ولی بعد جور ناکارمون کردش باز وضع من زیاد بد نبودش مامان بزرگ گذاش خیلی ناجور شده بود خوشگش زد قسم خورد از قارچا نبوده به این میگفت حتما تخم مرغا سالم نبودن برای اینکه اعتمادمو جلب کنه بازم برام قارچا بود با چند تا تخم مرغ از مرغای خودش فکر می کنم اونم انتظار داره بهش بگم بیا خونه ما مامان بزرگ برامون املت قارچ درست میکنه راستش سرگرمی من نه ماهیگیریه نه قارچیدنه. من روزای تعطیل میزنم به صحرا تو صحرا گنجا همین جوری زیر درخت ها و کنار جاده پخش و پلا شدن همه جا گنج یعنی یه یخچال بیدر یا یه, یه اجاقگاز نو گنج یعنی یه آب کنی که هنوز داره کار میکنه آره مردم نباید این چیزها رو دور بندازن هر هفته بیشتر ازشون تعجب میکنم البته هر هفته هم جنسای بهتر و بیشتری گیرم میادا اما هر چیزی هم همیشه پیدا نمیشه فصل لوازم برقی با های دیگه فرق داره مثلا الان بیشتر قطعات ماشین پیدا میشه فعلا یه در قرمز یه آینه جلو و یه لوله یه اگزوز پیدا کردم آره چیزایی که پیدا میکنم و تو انباری خونه میذارم وقتی مامان بزرگم قر میزنه بهش میگم به خاطر همین آشغالاس که الان یه تلویزیون داریم هرچند فقط یک کانال میگیره اما بازم خوبه مامان بزرگ یا حتی اون پرزار جلوی در هموممون اگه یک کم دیگه هم صبر کنی همین روزه یه ماشین خوشگلم داریم اون وقت توی چشمای مام بزرگ نور کوچولو برق میزنه بعد هر روز تعطیلی کار تو خشدارگاه منتظرت وایساده اما سختی کار یه طرف باید رئیس بازی بالا سریا هم تحمل کنیم همشون سرمون داد میزنم مخصوصا زرزن میدونم اصلا از من خوشش نمیاد زرزن یکی از نیمچه رئیسای اینجاست البته ما بین خودمون زرزن صداش میکنیم به خاطر همین کلا اسمش رو یادمون رفته. طرف به هر بهونه سرم داد میزنه. بهم میگه اینجوری کار کن، اونجوری کار نکن. من آدم لجبازی نیستم. مشکلم اینه نمیفهمم دقیقا مشکلش چیه. اصلا نمیدونم چی میخواد. وقتی حرف میزنه انگار داره قلقل میکنه. متوجه حرفاش نمیشم. اگرم بهش بگی دوباره بگو خیلی عصبانی میشه. با کتاب همه جا. منم همون بار اول یه جوری سر تکون میدم یعنی همه چی رو فهمیدم. ولی نفهمیدم که من از اینکه وانمود کنم فهمیدم احساس حماقت میکنم ولی زرزن آروم میشه حداقل زرزن فقط به من پیله میکنه چون میدونه من هیچ خطری براش ندارم به بقیه زیاد کاری نداره آخه بعضی از کارکنه اینجا صبرشون خیلی کمه اعصاب ندارن که کار کشتارگاه گیج و منگشون کرده بعضی وقتا آدما و حیوونا براشون فرقی نداره قصابا کار با چاغور و خوب بلدن برای همین باهاشون کاری نداره مادر بزرگ همیشه میگه چرا من یکی از این رئیس کوچولا نشدم چرا بعد این همه سال مسئولیت یه قسمت رو به من ندادن چرا هیچ وقت حقوقم رو زیاد نکردن من میدونم چرا همش زیر سر زرزنه تحمل من براش سخته از من بدش میاد چند سال پیش وقتی تازه اومده بودم تو کشتارگاه نمیشناختمش تا حالا هم ندیده بودمش وقتی برای بار اول رو شنیدم فکر کردم داره ادای کسی رو در میاره فکر کردم میخواد بقیه رو سرگرم کنه منم از ته دل خندیدم از اون روز به بعد از من متنفره تو کابوس این کشتارگاه قاطی صدای نهره حیوانا و خون با وجود یکی مثل زرزن گای چیزای دیگه ای هم هست من تو همین کشتارگاه عاشق شدم وقتی عاشق شدم همه چی فرق کرد به خودم میگفتم چه شغل خوبی دارم عجب زندگی قشنگی دارم هر روز صبح موقع رفتم و آن بزرگ رو میبوسیدم فکر میکردم این شهر واقعا جای قشنگیه تو کشارگاه عاشق یه معلم شدم خانم معلم یه جمعه در میون بچه ها رو برای بازدید به کشارگاه می آورد بچه های مهد کودکی مومو گاوا و بابای گوسفندا رو میدیدن ولی بچه های بزرگتر میخواستن همه چی رو ببینن اصلا نمی ترسیدن. دلشون میخواست همه چی می رو بدونن. میپرسیدن چطوری سر حیوونا رو میبرین؟ تو هر ساعت چند تا حیوون میکشین؟ چند ساعت کار میکنین؟ من همیشه یه جوری از این سوالا در میرفتم ولی تموم هفته منتظر روز بازدید محد کودکی بودم. همیشه به هر بحونه با خانم معلم حرف میزدم ولی بچه ها همش به پر و پون میپیچیدن. به همه چی دست میزدن به جای خطرناک سرک میکشیدن موقعی رفتن خانم معلم می اومد و با هم خدافزی می کرد از اینکه مراقب بچه ها بودم ازم تشکر می کرد وقتی رفتنش رو تماشا میکردم با خودم می گفتم دفعه دیگه من دل و دریا می زنم. شبا موقع خواب با خودم تمرین می کردم. فکر می کردم چی بهش بگم چه جوری بهش بگم کجا بهش بگم عاشقش شده بودم دیگه یه چند ماه همین جوری گذشت به خودم می گفتم اگه بگیم اگه چی از دست میدیم تهش دستت میندازه دیگه فوقش بهت میخواد بخنده دیگه شاید بچه هم اصلا بخندن شاید بعدش همه کشتارگا بفهم اون وقت همه بهت بخندن با دست نشونت بدن همین میشه دیگه تهش خیلی مصمم شده بودم روز جمعه منتظر لحظه مناسب بودم صدای قلبم این صدای تبل بود صد بار توی دلم از یک تا صد شمردم بعد واسه بار آخر شمردم اما جرأت نکردم خانم معلم هم مثل همیشه خدافزی کرد و رفت اما خانم معلم همیشه تو خیالات هم بود دیگه تو خیال باش همه جا میرفتم با هم حرف میزدیم تو خیالات هم کنار خط آهن با هم گردش میکردیم زندگیمون رو بر هم دیگه تعریف می کردیم خانم معلم از کنار ریل گل می چید من گلا رو براش نگه می داشتم قطار که رد می شد تون تون واگونای قطار رو میشمردیم کسی چه میدونه؟ شادم تو محل تخلیه زباله پیاده می رفتیم. تو را هم از بچگی براش تعریف می کردم. مثلا بهش می گفتم چجوری با چسب زخمای قدیمی آدم سروس می کردیم. بعد وقتی پر حرفی می کردم بهش می گفتم خسته نیستی؟ می گفت اصلا می گفتم درد نمی کنه؟ نه خوبم. همین جوری تا شب راه می رفتیم. انگار تو دنیا فقط ما دوتاییم. آخرش تو تاریکی از همون رایی که اومده بودیم برمیگشتیم انقدر با خودم خیالای جور و جور میکردم دیگه باورم شده بود حقیقت دارم ولی این باور به این قوت قلب نمیداد روز به روز شلتر میشدم ما همین جوری هم خوشبخت بودیم اون تو خیال من گرم و نرم بود شاید اصلا نباید خرابش میکردم یه روز چیزی که ازش میترسیدم اتفاق افتاد بچه ها دیگه رو دوست نداشتم. دلشون نمیخواست برای بازدید بیان برای همینم بازیداشون شد. من هم بازیداشون تق و شد منم دیگه خانم معلمو ندیدم حسی که به خانم معلم داشتم و هیچ وقت به هیچ کسی نداشتم از اون موقع به بعد دیگه مامان بزرگ رو نبوسیدم دیگه به خودم نگفتم تو شغل قشنگی داری شاید عشقا تموم بشن اما خیال بافیا میمونن بعضی وقتها از خودم میپرسم اگه من اینجا نبودم خلبانا واقعا چی کار میکردن بیشترشون خیلی بد از زمین بلند میشن از نزدیک کابلای برق رد میشن خیلی خطرناک میرن هرچند بعضی وقتا هم با سرعت خوب تا آخر باند میرن و آروم بلند میشن اینجور وقتا خیلی نگران نیستم میذارم حرفه ای کارشونو بکنن ولی یکی از خلبانا هر دفعه منو میترسونه همیشه هواپیما رو درست لحظه آخر از زمین بلند میکنه ته ته باند هر دفعه به خودم میگم دیگه خیلی دیر شده دیگه نمیتونه حتما خوابش برده باید بیدارش کنم الان همه چی نابود میشه کابلای برق کشتارگاه حتی ما رو نابود میکنه واسه کمک براش ادا در میارم رو باز میکنم به طرف بالا اشاره میکنم بهش میگم برو بالا برو بالا بازم بازم برو بالا یکم دیگه آها خوبه آره آفرین آفرین ردش کردی عرق سرد میریزم اینجور وقتها می لرزم یه روز باید استراحت کنم تا حالم سر جاش بیاد ولی بورچ از سر جاش تکون نمیخوره دستم میندازه از خیالات و نگرانی های علکی من خندهش میگیره میگه این کارا فایده ای نداره که فقط ادا اطفار بی خودی در میاری اون یارو اصلا تو رو نمیبینه بهش میگم شاید تو درست بگی ولی شاید هم رو من حساب میکنه شاید هر بار با چشماش دنبال من میگرده آره داره دنبال من میگرده از کجا معلوم بعد چند ساعت خیال بافی برمیگردیم سر کار اما چند ساعتی خط تولید وایستاده کار نمیکنه میرم قسمت زب بورچ و پینیولو جلوی یه گاو وایسادن به سر گاو گلوله زدن ولی حیونه زمین نمیفته همه به قیافه وحشتزده گاو نگاه میکنن پینیولو سعی میکنه گاو و بگیره ولی هیچ جوره نمیتونه دوباره تپانچه رو برمیداره برای بار دوم تپانچه رو میذاره رو سر حیوون بلافاصله ماشه رو فشار میده گاو از جا میپره سرش رو به شدت تکون میده ولی محکم سر جاش میمونه و زیت سختیه پینیولو کم کم داره عصبانی میشه با خودش میگه این امکان نداره گاو با چشمای از حدق درآمده نگاهمون میکنه پینیولو کلافه شده دوباره تپانچه رو با دست لرزون پر میکنه دوباره میزارتش رو پیشونی حیفون ماشه رو فشار میده گاو به اندازه نیشی پشم نشون نمیده انگار کم کم به شلیک عادت کرده رنگ پینیولو پریده دوباره صدای یه شلی که دیگه بلند میشه گاو یه نعره طولانی میکشه این نفس آخرش نیست این فقط یه اعتراضه همین موقع زرزن از راه میرسه با همون مثل یه مش بیورزه رفتار میکنه همه رو میزنه کنار به حیوان نزدیک میشه ماینش میکنه به هممون بد و بیراه میگه آسیناش رو بالا میزنه تپنچه رو از دست پینیولو در میاره به همون دستور میده سر حیوان رو نگه داری. پنیولو و بورچ شاخهای گاو رو میگیرند منم دستم رو میذارم رو صورتش وانمود میکنم رو گرفتم زرزن با نگاه به ما میگه آماده است میخواد شلیک کنه درست لحظه فشار دادن مشه حیوون سرش رو تکون میده لوله تپانچه سر میخوره یه طرف دیگه تیر در میره حیوون بیاعتنا سر جاش میمونه دست از کار میکشیم همدیگر رو نگاه میکنیم تیر به سر پینیولو خورده پنیولو مرده قرار بریم زن پینیولو رو ببینیم باید بهش خبر بدیم پینیولو مرده چون من یکی از قدیمی همیشه قرعه به اسم من میفته مجبورم میکنم خبر رو من بزنش بدم بورچ میگه منم بات میام احتمالا چون میخواد زود برگرده خونه فداکاری میکنه ولی به حال خوشحالم توی موقعیت تنها نیستم خانوم پینیولو توی برج تای شهر زندگی میکنه از ما خیلی خیلی دوره تو راه راجع به اتفاقای امروز حرف میزنیم راجع به پینیولو به برج میگم آدم خوبی بود نه برج میگه آره واقعا پسر خوبی بود ولی تعریف حس سوالی نداره عین روز روشن این حرفای دلمون نیست آخر سر به این نتیجه میرسیم مرگ آدمها رو دوست داشتنی تر میکنن اعتراف میکنیم پینیولو رو خیلی هم دوست نداشتیم حتی نمیتونستیم تحملش هم کنیم پینیولو یه لافزن واقعی بود آره یه ریاکار تموم ایار اما خب حالا دیگه مرده دیگه بورچ میگه راستش پینیولو یه کسافت کامل بود بهش میگم خب اگه زنش هم مثل ما فکر کنه کارمون دیگه خیلی سخت نیستش دیگه بورچ میگه معلومه که مثل ما فکر میکنه حتما وقتی درب و داغون از سر کار برمیگشه کتکش هم میزد اون زن بنده خدا رو وقتی این خبر رو بشنوه خیلی هم تازه خوشحال میشه به بورچ میگم به هر حال آدم نمیتونه همینجوری قضاوت کنه شاید اگه زنده بود کلا عوض میشد شاید یه آدم فوق میشد به میگم به هر حال آدم نمیتونه همینجوری قضاوت کنه شاید اگه زنده میموند کلا عوض میشد شاید هم یه آدم فوق العاده میشد داریم به خونه پینیولو نزدیک میشیم از خودمون میپرسیم میخوایم چه جوری بهش خبر بدیم خیلی سخته باید خودمونو آماده کنیم هر دوتامون دنبال کلمه به درد بخور میگردیم اول بهش میگیم قراره یه مستمری کوچیک بگیره این حتما خوشحالش میکنه آره بعد که پرسید چرا بهش میگیم چی شده اما به نظر بورش ما باید لحنمون خیلی سرسنگین و رسمی باشه مثلا یه چیزی توی این مایا خانم پینیولو شوهرتون مثل یه قهرمان مرد هر چیزی به ذهنمون میاد امتحان میکنیم مثلا میگیم خانم پینیولو خبر خوبی نداریم خانم پینیولو خبر بدی داریم خانم پینیولو شوهرتون شانس نداشت خانم پینیولو حدس بزنیم واسه چی اومدیم اینجا به توافق نمیرسیم چی بگیم تصمیم میگیریم تو موقعیتش حرف بزنیم پای برج میرسیم جلوی ورودی ساختمون حالیمون می‌کنن برای داخل شدن باید پول بدیم کیف پولامون رو میدیم گفشمون هم میخوان میگن موقع برگشتن تحویلمون میدن احتمالا برای امنیت برج این کارو میکنن آسانسور خرابه تو تاریکی پله ها رو بالا میریم زنگ چند تا در رو اشتباهی میزنیم با چند تا خانوم اشتباهی حرف میزنیم آخر سر در خونه پینیولو رو پیدا میکنیم رو زنگ اسمش رو نوشته در میزنیم یه زن در رو باز میکنه از لای در مشکوک نگاهمون میکنن خودمون رو بهش معرفی میکنیم میگیم از همکارای شوهرش هستیم بهمون میگه پینیولو هنوز بر نگشته دیگه نمیدونم باید چی بگیم به بورش نگاه میکنم اونم هیچی نمیگه ازش میپرسم میتونیم منتظر شوهرتون بمونیم؟ حس میکنم زیاد راضی نیستش اولش یکم تردید داره اما بعدش قبول میکنه زن پینیولو تعارف میکنه تو پذیرایی بشینیم میگه شوهرم زود میاد باید از همین لحظه استفاده کنم باید همین الان خبر بهش بدم ولی نمیتونم زن با کلاسیه پینیولو هم حتما یه چیزایی داشته که تونست یه همچین زنی داشته باشه دیگه از نظر ما آدم چشمگیری نبود ولی شاید انسانیتی داشته که ما نمیدیدیم زن برامون شربت میاره میگه این شربت رو شوهرش با برگای هلو درست کرده میخوام بگم اون دیگه نمیتونه از اینا درست کنه ولی چیزی نمیگم دزکی با بور چشاره رد و بدل میکنیم ولی هیچ کدوممون نمیتونیم حرفی بزنیم خیلی وقت نشستیم مثلا منتظر پینیولوی زنش بالکن نشونمون میده حالا ستایی توی بالکنیم بهمون میگه گروه خورشید از اینجا واقعا قشنگه واقعا منظره با شکویه باندای نورانی فرودگاه از دور بر میزنن حتی برج مراقبت هم دیده میشه دوباره برمیگردیم تو سالن پذیرایی زن پینیولو یه آلبوم جلومون میذاره به همون عکسای دوتایشون رو نشون میده مو به مو برامون تعریف میکنه برج خمیازه میکشه با انگوش میزنه روشیشه شیشه ساعت میخواد به من بفهمونه که خیلی دیر شده همه دونه دونه می بینیم. میخوام بگم خیلی غم انگیزه عکسای این آلبوم همینجا و همینجوری تموم میشه و ولی نمیتونم بگم بعد ستای جلوی تلویزیون میشینیم برنامه مورد علاقه پینیولو رو تماشا میکنیم زنش نگران شده چون پینیولو همیشه این ساعت پای تلویزیون بوده میخوام بگم اون دیگه نمیتونه این برنامه رو نگاه کنه ولی میگم نگران نباشین الان دیگه میاد بورچ دیگه صبرش تموم شده میدونه من نمیتونم همچین خبری رو بدم از جاش بلند میشه میگه دیگه بیشتر از این مزاحمتون نمیشیم خانم زن پینیولو تو دم در با همون میاد و میگه بهش میگم که شما آمده بودین جا میام حرفمو بزنم دیگه دیر شده زن پینیولو در میبنده بورش یک کلمه هم با هم حرف نمیزنه تو تاریکی از پلای ساختمون پایین میریم کفشمونو تحویل میگیریم دنبال بورش میدوام تا وسط راه هیچ حرفی نمیزنه میخوام بهش بگم انقدر قیافه نگیر یهودی دست سگ جلمونو میگیرن هر کدوم از یه طرف فرار میکنیم توی این شهر یه جای باحال هست قبرسون ماشینا ظاهرش اصلا خوب نیست اما اگه یه مدت بری و بیای عاشقش میشی همیشه وقتی از قبرسون ماشینا رد میشم میرم کوپی و میبینم کوپی رفیقمه یه پیرمردی که خونش وسط ماشینه قرازه است بهش میگم براتون جیگر آوردم میدونم دوست دارین با هم حرف میزنیم معمولا از هم میخواد از خوشدارگاه براش تعریف کنم خودش هم خیلی وقت پیش اونجا کار میکرده البته تا قبل یه اتفاق بد تازگی ها تو قبرسون ماشینا زندگی میکنم قبلا خونش توی اداره برق بود اونجا هم دیدنش میرفتم ولی اصلا جای خوبی نبود همیشه بهم به میگفت به هیچی دست نزن فقط از بغل دیوارها راه برو یه چارپایه کهنه داشت شبانه روز فقط روی همون چارپایه میشست همین وسط میدونای برق فشار قوی واقعا جای زندگی نبود. نمیتونست درست دراز بکشه. حتی نمیتونست بلند عدسه کنه. هر لحظه ممکن بود برق بگیرتش. خیلی دلواپسش بودم. بهش میگم تو قبرستون ماشینا وضعتون بهتر از اداره برق نه؟ میگه کم کم به وزوزهای سیمای برق عادت کرده بودم. حس میکردم شبیه صدای جیر, جیر اکه، اما اینجا کم خطرتره آره بهتره. روی صندلی عقب لاشه یه ماشین نشستیم یکم تنگه مخصوصا طرف من کل سقف ماشین پایین اومده بود مجبورم خیلی خم بشینم برای همین سرم رو روی زانوها میذارم پیرمرد بابت این وضعیت عذرخواهی میکنم. میگه هفته قبل تو لاشه یه سواری بزرگ بودم اونجا جاش خیلی باز بود میتونستی توش راحت بچرخی ولی پرسش کردن اونو مثل همیشه در مورد اتفاق بعد کشتارگاه حرف میزنه و میگه تو خیلی مواظب باش مخصوصا وقتی با دستگاه برش کار میکنی وقتی دستگاه گیر کرد به هیچی دست نزن مثل من نکن با این ور اون ورش ور نرو حالا منو ببین نتیجهش میشه این نگاه کن چند بار رفتم زیر عمل ولی نتونستن این صورت رو برام درست کنن واقعا میارزید تازه به هم میگم برو خدا تو شکر کن زنده موندی هیچکی خوشش نمیاد به ریختم نگاه کنه حتی تو بهش میگم ولی زیاد معلوم نیست اینو میگم تا یکم آرومتر بشه وگرنه خیلی جیگر میخواد آدم طاقت داشته باشه صاف تو صورت داغونش نگاه کنه با بغز میگه نمیدونی قانون چه حرفایی به هم میزنه میگه شاید خودت عمدن سر تو کردی توی دستگاه سعی میکنم دلداریش بدم میگه مغزم دیگه درست کار نمیکنه تیتی که از مغزم رو در آوردن میدونی مغز چقدر مهمه؟ بعد سراغ همکارای قدیمیش ازم میگیره بعضی مردن بعضیای دیگه هم هنوز تو کشتارگاه بهش میگم من بی و برگرد از اینجا میرم ولی معلوم نیست که باید قبلش با مامان بزرگم حرف بزنم آخه آخه مامان بزرگ از تصمیم من خبر نداره بعدش باش خدافزی میکنم دیگه دیر شده میترسم مامان بزرگ نگرانم بشه موقع خدافزی یه جوری بغلم میکنه انگار پسرشم میگه شاید دیگه همو ندیدیم بهش میگم من که همین فردا نمیرم تازه بدون خدافزی با شما هیچ جا نمیرم به میگه از کجا و حلو؟ شاید من زودتر از تو برم. با تعجب نگاش میکنم. میگه همیشه که نمیتونم توی این ماشین قرازه ها یواشکی زندگی کنم. شاید یه روز صبح خواب بمونم. شاید وقت نشه از لاشه ماشین بزنم بیرون. اون وقت من و ماشین با هم میریم زیر دستگاه پرس. اینجام جای خطرناکیه. دوباره دوست پیرم رو بغل میکنم سوار دوچرخه میشم و میرم پیرمرد از دور داد میزنه احتیاط کن مراقب دستگاه برش باش توی کشتارگاه سخت مشغولیم یه دفعه همه چراغا خاموش میشن دستگاه از کار میافتن صدای یه قررش وحشتناک رو میشنویم صدا از کنارمون رد میشه کل ساختمون میلرزه با خودم میگم انگار آخر دنیاست همه جای کشتارگاه رو یه سکوت سنگین گرفته تو سایه روشن دنبال همدیگه میگردیم هیچ صدایی نیست فقط صدای موموع مستره به چند تا گاو میاد بالاخره میفهمیم چی شده نزدیک بوده یه هواپیما لهمون کنه با عجله و ترس میزنم بیرون کابلای برق پاره شدن از دور شوله های آتش بالا میره آتیش پایین کشتارگاه نزدیک خونه هاست بورش بدو بدو خودشو به من میرسونه میپره رو سقف یه ماشین و میگه انگار انگار زیادی از خونه شما دور نیست یا من اشتباه دارم میکنم اولش هیچی نمیگم هنوز با آتیش و دود نگاه میکنم یه دلشوره میگیرم یه راست میرم طرف خروجی اول آروم راه میرم بعد قدممو تندتر میکنم بالاخره میدوهم تموم راه به بدترین چیزا فکر میکنم اگه هواپیما افتاده باشه رو مامان بزرگ چی هرچی نزدیکتر میشم تیکه های بیشتری از هواپیما رو زمین هست آدمها دست دسته تو پیاده راها جمع شدن حالا دیگه به خونه نزدیک شدم انگار دود یکم دورتر از خونه ما بلند میشه نکنه قلب مامان بزرگ از ترس وایستاده باشه به کوچهمو میرسم مثل اینکه هواپیما صد متر دورتر از خونه ما سقوط کرده نگاه میکنم خونه سر پاس مامان بزرگم سعی و سالم جلوی در وایستاده تا منو میبینه میگه زود برگشتی از خون سردیش تعجب میکنم و میگم حالت خوبه بهم میگه بیا 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 اینو ببین منو میکشونه تو خونه و با میگه ببین از آسمون چی افتاده؟ یه چمدون بزرگ پر از لباس رو میزه دو تا چمدون در و داغون دیگه هم هست میگه این دوتا از سقف رد شدن افتادن تو خونه این یکی هم از تو کوچه پیدا کردم احتمالا چیزایی بهتری هم باید باشه باید برم باید برم بگردم رو صندلی میشینم مامان بزرگ میگه هنوز لباس اندوزی خودم پیدا نکردم ولی یه کت شلوار خوشگل برای تو هستش یه دست لباسشونم میده به نظرم یونیفرم خلبانیه همونجا میشینم و نگاش میکنم دیگه حرفاش رو نمیشنوم احمقانه است ولی نمیتونم بهش فکر نکنم شاید اگه موقع بلند شدن هواپیما توی پارکینگ بودم میتونستم به خلبان حلمت بدم اون وقت شاید هواپیما سقوط نمیکرد تو پارکینگ موقع استراحت به بورچ میگم تا حالا جعب سیاه هواپیما رو دیدی؟ میگه چیه هواپیما؟ جعب سیاه؟ نه نه هیچ وقت ندیدم بهش میگم خب میدونی جعبش واقعا سیاه نیست نارنجیه فکر میکنم چون توش پر از بدبختیه بهش میگن جعب سیاه بورش سرش رو متفکرانه تکون میده بعد یه جوری انگار خیلی براش مهمه میگه اصلا یه همچین چیزی به فکرم نرسیده بود جوری با هم حرف میزنه انگار داره از یه بچه تعریف میکنه ناراحت میشم بی خیال بقیه حرفم میشم میخواستم یه چیزی نشونش بدم ولی دیگه مهم نیست یکم اونورتر میرم محکم به یه سنگ لگت میزنم با اینه بغل یه ماشین میخوره یه جوری قیافه میگیرم انگار همونجا رو نشونه گرفته بودم دوباره برمیگردم طرف برج بهش میگم فکر نکردی چرا راجب به سیابات حرف زدم میگه چرا اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم باور کن میگم پس باهم هم بیا بورچ میگه ولی وقت استراحت داره تموم میشه اما ما از کل کشتارگاه رد میشیم داخل رختکن میریم با احتیاط در باز میکنیم کسی تو رختکن نیست سمت کمد من میریم امروز صبح برای محکم کاری دو تا قفل بهش زدم قفلها رو باز میکنم ساکو برمیدارم انگار بورچ واقعا کنجکاو شده قفل کوچیک ساکو باز میکنم لبه ساک رو کنار میزنم بورچ میگه این چیه دیگه بهش میگم به نظر تو چیه یه دفعه با تعجب داد میزنه لعنتی جعبه سیاهه؟ آره؟ از کجا وردیش؟ آروم میگم سداتو میشنون باید قول بدی به کسی چیزی نگی دیروز از تو جنگل پیداش کردم وسط آشغالا اصلا معلوم نبود بورچ با احتیاط جعبه رو بیرون میاره میپرسه روش چی نوشته؟ بهش میگم دستگاه ثبت پرواز اختار باز نشود اگه ما هم بازش کنیم همه بدبختی های توش میریزه بیرون ولی اینم بگم باز کردنش سخت ها حتی با چککشم نمیتونی بازش کنی برج لابد یه روش خیلی ظریفی داره ازم میپرسه حالا میخوای چیکارش کنی بهش میگم نمیدونم ولی چون خودم پیداش کردم نگهش میدارم دوباره جعبه سیارو رو تو ساک میذارم سیپ ساک رو قفل میزنم بعدش در کمد رو تو قفله میکنم وقتی داریم از رختکن رد میشیم ازش میپرسم واسه کریسمس چیکار میکنی با تعجب میگه کریسمس مگه نگذشته بهش میگم نه nah, سه هفته دیگه است بیا خونه ای ما بیا پیش هم باشیم بیشتر خوش میگذره <applause> راضی کردن مامان بزرگ کار ساده ای نبود عادت نداره کسی بیاد خونمون نمیتونه فکر کنه بیشتر از دو نفر سر یه میز باشیم باید انقدر چونه بزنم تا قبول کنه مامان بزرگ ترجیح میده تو این سن و سال همه ای روزش این هم باشن وگرنه فکر میکنه دنیا به آخر رسیده باید یه جوری خوشحالش کنم یونیفرمی که از آسمون افتاده رو تنم میکنم دارم دگمه رو میبندم که برج زنگ در رو میزنه پلار چهار تا یکی پایین میرم. اما بزرگ جلومو میگیره نمیذاره در رو باز کنه بازوم رو میگیره میگه بیا چراغا رو خاموش کنیم بیا بیا فکر کنه ما خونه نیستیم با صدای بلند میگم ولم کن مامان بزرگ رفتارت خیلی زشته مامان بزرگ تهدیدم میکنه اگه در رو باز کنه میره میخوابه بالاخره ولم میکنه وقتی در رو باز میکنم بورچ داره برمیگرده صداش میزنم بورچ بورچ کجا سرت انداختی پایین همینطوری داری میری کجا داری میری برمیگرده با شرم میپرسه امشب باید میامدم اگه امشب نمیتونی میندازیمش برای کریسمس سال بعد ها بهش میگم نه نه نگران نباش بیا بیا تو بورچ متوجه لباسم میشه باید اعتراف کنم توی این لباس خیلی باکلاسم بورش با خودش یه بطری نوشیدنی آورده. با خوشحالی بهم به میده. با تعجب میگم نوشیدنی؟ از همونجا داد میزنم. مامان بزرگ بیا بیا ببین بورش با خودش چی آورده. چند بار دیگه صداش میکنم. مامان بزرگ بالاخره خودشو نشون میده. به بورش میگم ما زیاد از این چیزا نمیخوریم. یعنی موقعیتش پیش نمیاد برامون. بورش میگه این بطری رو توی یه بازی برنده شدم. توی تیراندازی با تفنگ بادی. میگم دروغ میگی بعد به مامان بزرگ نگاه میکنم تا یکم تو صحبت شرکت کنه بورش داستان تیراندازیش رو تعریف میکنه پنج تا تیر داشتم پنج تا بادکنک باید میترکوندمشون سه تا از بادکنک ها رو راحت زدم دو تا دیگه مونده بودش یکی از تیرام خطا رفت هنوز دو تا بادکنک مونده بود منم یه تیر برام مونده بود میدونی یه تیر و دو تا بادکنک یعنی چی یعنی تقریبا باخته بودم دیگه گفتم هرچی باد آباد. مسئول قرفه پوسخند میزدش بهم بهش محل نذاشتم تمرکز کردم منتظر شدم وقتی دوتا بادکنک به هم چسبیدن ماشه رو بکشم هر دوتاشون رو با یه تیر ترک کندم با تعجب میگم هر دوتا رو با یه تیر دمت به هم میگه بعد یارو بهم به گفتش میتونی یه جایزه انتخاب کنی منم شک نکردم همین بطری رو برداشتم ولی اون موقع نمیدونستم قرار امشب خریمش. رو به مامان بزرگ میگم متوجه شدی مامان بزرگ فقط با یه تیر مامان بزرگ میگه چیزای شیرین معدم رو ترش میکنه بورچ با اطمینان میگه با این یکی چیزیتون نمیشه خانم بهتون قول میدم بورچ رو مبل لم میده میگه فکر کنم امشب برف بباره خیلی سرد شده هیچ وقت ندیدم بورچ انقدر حرف بزنه انگار داره انتقام همه کریسمس هایی که تنها بوده رو میگیره یه ساعت تو پذیرایی میمونیم بعد کنار کاج میریم هدیه رو با هم رد و بدل میکنیم از طرف بورچ یه جعبه شکلات واسه مامان بزرگ یه اسپره بعد از اصلاح واسه من از طرف من بازم یه جعبه شکلات برای مامان بزرگ از طرف مامان بزرگ یه کرم بعد از اصلاح واسه من یه دستمال سر قرمز از طرف من و مامان بزرگ برای بورچ دستمال سر رو از تو چمدونا پیداش کردیم میگم ابریشمه ببین ببین چه جنسی داره بور چشماش برق میزنه واقعا خوشش اومده بود وقت شام میشه من پیشنهاد میدم سر میز شام بریم یه رومیزی سفید و تمیز انداختم با ظرفهای یه شکل تو هر لیوانم یه دست گذاشتم با افتخار میگم ماهی درست کردم بورش دستاشو به هم میماله کار خوبی کردی بطری و باز میکنم و توی لیوانا نوشیدنی میریزم سر شام از کریسمس های دوران بچگیمون حرف میزنیم من تعریف میکنم تو خونه ما هر سال به من میگفتم بابا نوئل نمیاد بابا نوئل مریضه شاید تا آخر زمستونم زنده نمونه یه سال واسه اینکه که کلا خیالم رو راحت کنن گفتم بابا نوئل مرده <applause> هیچکی کی هم جاشو نگرفته مامان بزرگ از حرفام خوشش نمیاد و میگه من که یادم نمیاد همین موقع بورش میز گرد گوشه اتاق رو نگاه میکنه جعب سیاه رو میبینه رو جعبه یه سرپیچ گذاشتم باشه چراغ ساختم با تعجب میگه چقدر خوب شده به خودم میگفتم مثلا میخواد باش شکار کنه ولی این عالی شده بهش میگم ساده است اما خیلی کارورد داره میگه تو باید به خودت افتخار کنی مامان بزرگ میگه به نظر من فقط یه تیکه آشخاله جواب مامان بزرگو کف دستش میذارم تو هیچی آلیت نیست مامان بزرگ بورچ میخنده منو و بورچ راجب کار حرف میزنیم راجب سه سال طلب اضافه کاری راجب حقوق کم و کار سخت بعد به این نتیجه میرسیم با این حرفو شبمون رو خراب نکنیم لیوانامونو پر میکنیم مامان بزرگم خوابش برده. چند بار جلوی پنجره رفتم و بیرون رو نگاه کردم هیچ برفی نمی اومد بورچ ازم پرسید کی میخوای از اینجا بری بهش اشاره میکنم ساکت شه ولی مامان بزرگ از خواب میپره سرشو بلند میکنه ازم میپرسه چی کجا میخوای بری بهش میگم هیچی مامان بزرگ هیچی هیچی نگران نباش دوباره خوابش میبره با بورچ یاد پینیولو میافتی میگم من بیشتر وقتها بهش فکر میکنم بورچ میگه منم همینطور تحمل لاف رو نداشتم ولی الان جاش واقعا خالیه میگم تقصیر زرزن بود مامان بزرگ از خواب میپره دوباره ازم میپرسه کجا میخوای بری؟ بهش میگم هیچ کجا بابا هیچ کجا یه و حالم یه جوری میشه به حرفای بورچ گوش میده ولی نمیفهممشون یاد کوپی پیرمرد وسط لاشه ماشینا میفتم یاد مارکسون که خیلی خسته است انگار هنوز گوشه خیابون خوابیده یاد بیوه پینیولو یاد گاوای منتظر مرگ میافتم حالم یه جوری میشه بورش به طرفم میاد کمکم میکنه رو پله های جلوی در بشینم با نگرانی میپرسه بهتری این گشت سفید شدی واقعا منو میترسونی بهش میگم بهترم فقط یه جور حالت منگی بود همین بورچ به آسمون نگاه میکنه و به میگه اونجا رو ببین آسمون برفیه شک نکن صدای یه قررش میاد نمیفهمیم دقیقا صدای چیه بهش میگم اصلا نفهمیدم امسال چه جوری تموم شد تموم شدن هیچ چی رو نمیفهمم فقط حیوانایی که میمیرن و میشمرم هر دو تامون سکوت میکنیم یه مدتی همین جوری میگذره بورچ به خودش میاد و میگه دیگه باید برم تو هم باید استراحت کنیم من باید با اتوبوس برم کلید خونه رو برمیدارم تا میام در رو ببندم صدای مامان بزرگو میشنوم که میگه کجا داری میری؟ با کلافگی بهش میگم با بورش میرم تا سر خیابون در میبندم با بورش راه میفتیم به بورش میگم این صدای هواپیما نبود؟ بورش شونه بالا میندازه تو راه واسه مهمونی خیلی تشکر میکنه یه هوای میستم به بورش میگم هنگار یه قطره افتاد بورش میگه شاید یه دونه برف آبکیه یه قطره دیگه میفته هر دوتامون همونجا وای میسیم منتظریم ببینیم از آسمون چی میباره برف یا بارون یه بارون گرم و چرف شروع میشه انگار قطره های درش روغن رو سرمون میریزه تا ایستگاه اتوبوس میدویم بورش میگه این هم خوبه لاقل آسمون رو میشوره منتظر اتوبوس تو ایستگاه وایسادیم یه وقتای بارون روغن تندتر میشه اتوبوس نمیاد بورش میگه من دیگه باید برم نمیخوام تا صبح اینجا منتظر بمونم بهش میگم مراقب سگا باش دور شدنش رو نگاه میکنم سر پیچ خیابون موقع پیچیدن سر میخوره میخوره زمین بلند میشه از دور به علامت میده حالش خوبه ازش شش بر نمیدارم تا محو میشه هیچ وقت به خوابای بعد عادت نمیکنم اما چاره ای هم ندارم خوابای بعد منو ول نمیکنن مثل حالا که وسطی یه خوابه بدم کشتارگاه خیلی تاریکه انگار فقط یه لامپ روشنه منو بورش تو قسمت زپ گاواییم گاوا پشت سر هم جلومون میان و ولو میشن ما گاوا رو نمیکشیم خودشون میافتن و میمیرن یهو وسط ها یکی رو میبینم یکی که شبیه بقیه نیست انگار خیلی فرق داره بورچ با تعجب نگاه میکنه یکم نزدیکتر میرم تا بهتر ببینم بهش میگم این گاو نیست مطمئنم بورچ میپرسه حالا باید چیکار کنیم دور برمون رو نگاه میکنم هیچ کس نیست سازش بپرسم انگار تنهای تنهاییم نزدیکتر میشم میفهمم چیه بلند میگم بورچ انگار یه آدمه بورچ میگه خب باید چیکار کنیم ادامه بدم یا نه بهش میگم صبر کن صبر کن انگار یه جا دیدمش نگاش خیلی آشناس منو یاد یه چیزی میندازه تازه اون موقع است که خودم رو میشناسم صبح اینجا شبیه هیچ صبحی نیست اگه عادت نداشته باشی خیلی فرقش رو با شب نمیفهمی فقط باید به این یکم روشنایی بیشتر عادت کنی حتی خروس های پیر هم دیگه صبح و شب رو درست از هم تشخیص نمیدن بعضی صبح خورشید بالا اومده اما چراغ های خیابون هنوز روشنن یه جایی بالای افق پشت مه دود و ذرات معلق همه جا رو گرفته هوای گنده یه شب قطبی رو تصور کنید روزهای ما دقیقا شبیه همونه و پایان کتاب